اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه اجمعين محمد و آله الطاهرين لا مولانا الحجت ابن الحسن اجل الله تعالى فرجه، و لعنت الله على اعدائهم اجمعين در خدمت شما عزیزان با برنامه ای در رابطه با امام دهم ده حضرت عبل حسن علی ابن محمد الهادی صلوات الله و سلامه علیه هستیم اساسا مسئله امامت بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یکی از مسائل ریشه‌ای و بنیادی است و به عنوان اصل برای دین است چرا که رفتارها و اعمالی که انسان انجام میدهد همه اعتمادش تکیهش بر این اصله یعنی بعد از آنی که ما ثابت کردیم چه کسانی جانشینان بر حق رسول خدا هستند چه کسانی هستند که ما میتوانیم از طریق آنها حقایق را بگیریم وقتی اون مسئله ثابت شد آنگاه نوبت میرسد به اینکه نماز روزه حج معاملات و بسیاری از مسائلی که فراروی انسان هست آنها حل می شود لذا مسئله امامت بعد از رسول خدا یک مسئله است که انسان باید در رابطه با او تحقیق داشته باشه اعتقاد شیعیان اهل بیت اسمت و تهارت علیهم صلوات الله آن است با عقل سلیم و با حاکم بودن آیات و روایاتی که مورد اتفاق جمیع فرق اسلامی است آن است که استفاده سریح می شود که مسئله امامت بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک مسئله خدایی است یک انتصابی است از طرف رب العالمین یعنی همون خدایی که برای هدایت بشر انبیاء را گسیل داشته است و ارسال فرموده همون خدا باید جانشین بعد از رسول خدا را برای مردم معرفی کند آن هم با تعیین شخص که چه کسی باشد در این رابطه ما گفتیم آیات و روایات بسیاری داریم و عقل سالم عقلی که دستخوش اوهام قرار نگرفته باشد این حکم را دارد که پیامبر اکرمی که دینی آورده است جهانی دینی آورده است برای ابد شود که امت را به خودشون وابه گذارد پیانبری که برای جدا شدن چند روزه از مدینه جانشین به جای خود تعیین می نموده پیامبری که در جنگ خود شخصا فرمانده تعیین می کردن که این مطلب معروف و مشهور هست حال برای رفتن از این دنیا چگونه می شود جانشینی را از طرف خدای تبارک و تعالی تعیین نکنه ما در این رابطه ادله محکمی داریم به عنوان نمونه حدیثی داریم که تمام فرق او را قبول دارند به نام حدیثی که در او عدد دوازده یاد شده است این روایت در منابع مختلف ذکر شده در منابع ما که آمده که حضرات معصومین علیهم صلوات الله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این را بیان فرمودن که ائمه از ما هستند، الائمت و منا عشر و عشر و با تعبیر دوازده خلیفه دوازده امیر روایات آمده است و در منابع عامه و مخالفین ما این روایات بسیار آمده ما به عنوان نمونه بعضیش را از معتبرترین کتابه مخالفینمون نقل میکنه. در کتاب صحیح بخاری این روایت نقل شده از از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم که جابر میگوید سمعت النبی صلی الله علیه و آله علی یقول یکون اثنا عشر امیران دوازده امیر می باشد جاور میگوید بعد حضرت کلمه ای را فرمودن که من نشنیدم از پدرم پرسیدم پدرم گفت پیغمبر فرمود کلهم من قریشن هر دوازده نفر از نسل قریش هستند ما میبینیم در اینجا عدد دوازده امیر در لسان پیغمبر در این کتابی که به عنوان معتبرترین کتاب آنهاست ازش نام برده همچنین در کتاب صحیح مسلمشان در اونجا هم روایت نقل شده که جابر میگوید دخلت مع معبی على النبي صلی الله علیه و آله و سلم فسمعته یقول ان هذا الامر لا ينقضي حتی یمضی فیهم عشر خلیفه این امر منقضی نمی شود مگر آنکه درشون دوازده خلیفه و جانشین باشد بعد میگوید از پدرم پرسید خلاص پرسیدم دنباله کلام رسول خدا چه بود پدرم گفت کلهم من قریش باز در صحیح مسلمشان و در مسند احمد ابن حنبلشان این آمده که در جابر میگوید از پیغمبر شنیدم که فرمود لا یزالو امر الناس ماضیا ما والله اثنا عشر رجلا در سنن ترمزی است که پیغمبر فرمودند یکون و من بعدی اثنا عشر امیرن توجه دارید که در منابع مخالفین مکتب اهل بیت اسمت و تهارت علیهم صلوات الله این مطالب آمده عدد دوازده و آیا می شود دوازده رو پیغمبر فرموده باشد و اشخاصش تعیین نشده باشه این با عقل سالم سازگار نیست چرا که اگر نمیفرمودن بهتر می بود چون دوازده را که بفرمایند اشخاص مشخص نشود در هر زمانی هر که خود را جزو دوازده میداند و دیگران را نفی میکنه میگه اونها نیستن لذا در این رابطه ما روایات داریم به که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اسامی حضرات ائمه معصومین علیهم صلوات الله را فرمودن در اینجا در طلیعه صحبت در رابطه با امام دهم ده حضرت هادی صلوات الله و سلامه علی این روایت را عرضه بداریم که در منابع مختلف ذکر شده است هم مرحوم کلینی در کتاب شریف الکافی او را ذکر کرده و هم مرحوم صدوق و هم شیخ مفید و هم شیخ توصی یعنی بزرگان و اعلام و اکابر علمای شیعه در قدیم این روایت را ذکر کردند در قرن سوم و چهارم و پنجم این بزرگان این را نقل کردند که جابر ابن عبدالله انصاریس این روایت از امام صادق علیه السلام که حضرت روزی به جابر ابن عبدالله انصاری که از اصحاب پیغمبر بود و تا زمان امام صادق تا زمان امام باقر حیات داشت و زنده بود روزی به او فرمودن ان لی الیک حاجتن ای جابر من یک تقاضایی از تو دارم خلاصه کی وقت فراغت و زمان خالی داری که من بتونم با تو حاجتم را در میان بگذارم جابر عرضه داشت آقا جان هر وقتی که شما دوست داشته باشید من در خدمت شما هستم تا اینکه روزی از ایام حضرت به جابر فرمودن یا جابر رو اخبرنی عن اللوح الذي رأيته في يد امي فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه واله وما اخبرت به امي انه في ذلك اللوح مكتوب ایجابر خبر بده از اون لوحی که در دست مادرم فاطمه سلام الله علیها دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیدی و آنچنان که مادرم به تو خبر دادم که در اون لوح نوشته شده است جابر میگوید به محضر امام باقر علیه السلام که خدا را شاهد میگیرم که روزی در زمان حیات پیغمبر اکرم در زمان رسول خدا شرفیاب به محضر حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها شدم به عنوان تبریک ولادت دومین فرزندشون امام حسین علیه السلام دیدم در دست حضرت فاطمه اطهر علیها صلوات الله لوحی اخزر و تو انه من زمرد این لوح حالا ورقه به رنگ سبز آنچنان درخشش داره مثل اینکه زمرد است این گونه من گمان کردم و در آن لوح دیدم نوشته به رنگ سفید است شبیه رنگ خورشید لون شمس فقلت لها به ابی و امی یا بنت رسول الله ما هذا اللوح عرضه داشتم ای دختر رسول خدا این لوح چیز حضرت فرمودند هذا لوح اهداه الله الی رسول الله صلی الله علیه و آله الله اکبر لوحی است که از طرف خدا برای رسولش به عنوان هدیه فرستاده شده بدیم مضمون که در این لوح نام پدرم رسول خدا نام شوهرم یعنی امیرالمومنین و نام دو فرزندم دو پسرم امام حسن و امام حسین و اسامی اوسیا و جانشینان از فرزندم در او نوشته شده است این هدیه الهی را که خدای تبارک و تعالی به پیغمبرش داده است پیغمبر اعتانیه ابی لیوبشرنی به ذالک پدرم این را به من هدیه دادن تا بشارتی سروری فرحی به من داده باشند. جابر میگوید مادرتان فاطمه زهرا این لوح را به من عطا کردن من خواندم و از او نسخه برداری کردم نمونه برداری نمودم بعد داره حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن آیا جابر میتوانی اون نسخه ای را که از روی لوح برداشت کردی و نوشتی را بر من عرضه بداری جابر عرضه داشت بله اینجا بود که امام باقر علیه السلام با جابر رفتند به منزل جابر و یک صحیفه و کاغذی را درآورد که در آنجا این نمونه برداری نوشته شده بود داره امام باقر علیه السلام فرمودن ای جابر تو به نوشته خود نظر کن من میخوانم تو ببین آن را جابر میگه حضرت شروع کردن از حفظ خواندن و من به نوشته ای که از روی اون لوح سبز رنگ نوشته بودم نگاه میکردم دیدم فما خالف حرف حرفا امام, با امام صادق علیه السلام که ناقل این روایت است میفرماید پدرم که خواند یک حرف هم مخالف آنچه که نوشته بود جابر مخالف نبود و جابر عرضه داشت آقا خدا را شاهد میگیرم که در لوح نوشته شده بود این گونه بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من الله العزیز الحکیم محمد نبیه و نورهی و سفیرهی و حجابهی و دلیله این کتابی است نوشتاری است از طرف خدای عزیز حکیم که تمام این کلمات احتیاج به بست و توضیح داره برای خدا اسامی و صفات بسیار است اما عزت حکمت این را به عنوان اوصاف الهی در این لوح یاد شده و ذکر شده درش عنایتی است این کتابی است برای محمد صلی الله علیه و آله که نبی الهی است نور خداست سفیر خداست حجاب و دلیل الهی است واسطه بین خلق و خالق است راهنماست نزل به روح الامین من عند رب العالمین این روایت مفصل چون برنامه ما در رابطه با حضرت ابالحسن حسن است امام هادی سلام الله علیه من اون فرازش را که در رابطه با امام دهم ده علیه السلام و السلام آمده را در خدمتش هستیم بیانش میکنم میرسد به اینجا و اختمو و به سعاده لبنهی علی ولی و ناصری این نامه از طرف خدای تبارک و تعالی بود و ختم می‌کنم به سعادت برای فرزندش یعنی فرزند امام نهم امام جواد علیه السلام که نامش علیس او ولی من است و ناصر من است و شاهد فی خلقی شاهد من هست در خلق من و امینی علا وحیی و امین بر وحی من است این تعابیر هر کدام نکات اساسی دارد ولی الله است نصرت کننده خداست شاهدی است بر خلق الهی بر خلق خدا این که ما حضرات معصومین علیهم صلوات الله را شاهد میدانیم شهدای الهی هستند و در این لوح عنایت خاص شده است در این فرازها به امام هادی سلام الله علیه که خدای رب العالمین میفرماید حضرت علی را حضرت امام هادی سلام الله علیه را شاهد بر خلقم و امینم بر وحیم قرار دادم تا به امام حسن و امام زمان از این روایات ما باز هم داریم که نام یکایک ائمه اطهار علیهم صلوات الله را پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده است و در این روایت عنایت این بود که از طرف خدای تبارک و تعالی به عنوان هدیه به بهترین خلقش پس هدیه ای است از طرف خدای تبارک و تعالی به که هدیه شده است به پیغمبر پیغمبر این هدیه رو به که دادن به فاطمه زهرا لذا باید یک هدیه ویژه و خاصی باشد و ما میبینیم در این هدیه چه عنایتی است نسبت به اسامی حضرات ائمه معصومین و صفاتشان در رابطه با مولانا ابوالحسن امام دهم هم حضرت علی ابن محمد ابن علی ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهم اجمعین این نسبی که درخششش قابل مقایسه با درخشش انوار این عالم انوار مادی این عالم نیست همچون خورشید و ماه و امثال زالک این نسبی است که همه چهره های روشن است همه شناخته شده است نسبی است که میرسد به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و به فاطمه اطهر دختر رسول خدا و اولاد رسول خدا هستند علیهم صلوات الله و اما در رابطه با امام هادی علیه السلام در ولادت حضرت در سالش و در شهادت حضرت در زمان این که شهادت حضرت کی واقع شده مثل بقیه ائمه که معمولا درش اختلاف هست در این جنبه هم اختلاف نقل شده ولی آنچه که یکی از این ها بیان می کند در روز دوم رجب سال دویست و دوازده یا دویست و چهارده از هجرت ولادت امام دهم ده سلام الله علیه را ذکر می کنند در سال دویست و چهارده یا دویست و هجری و اما محل ولادت نوشتن در منطقهی به نام سوریا در آنجا که در اطراف مدینه بوده است به اصطلاح تقریبا پنج کیلومتری مدینه منوره یک روستایی بوده که مؤسس آن روستا و کسی که این روستا را رو به اصطلاح بنا کرده است آقا امام موسی بن جعفر امام هفتم سلام الله علیه بودند در این منطقه که در نواحی مدینه منور است ولادت حضرت واقع شده است از مادری پاک و پاکیزه که هر رحمی نمیتواند متحمل نور امام معصوم باشد لذا مادران ائمه اطهار علیهم صلوات الله از جایگاه خاصی برخوردار هستند این عزیزان کسانی هستند که به عنوان ام الامام خدا آنها را برگزیده است و آنها را مناسب این شن دیده است ان در جلسه بعد در این رابطه مطالبی را عرضه می‌دارم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته